سلام همراهان عزیزم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. به کانال خودتون خوش اومدید. من دکتر سولماس هستم و با توجه به افزایش بیماری های ویروسی تنفسی توی این فصل میخوام براتون در مورد سرفه، علتهاش و راهکار درمان خانگی نکات خیلی مهمی رو بگم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سرفه یک مکانیزم دفاعی برای پاکسازی مجاری تنفسی است. عوامل محرک سرفه التهاب، عفونت، آلرژن‌ها، ذرات خارجی، سیگار، مواد شیمیایی و عوامل روانشناختی مانند استرس هستند. در ابتدای سرفه فرد نفس عمیقی می‌کشد و حنجره بسته می‌شود. سپس با افزایش فشار در مجاری تنفسی و باز شدن حنجره، عضله دیافراگم که بین سینه و شکم است منقبض می شود و جریان هوا را به طور ناگهانی و با سرعت زیاد گاهی 80 کیلومتر در ساعت بیرون می راند. این جریان هوا باعث بیرون رفتن مواد خارجی، مخاط و ذرات آلوده از راه هوایی می شود. انواع سرفه: 1. سرفه خشک یا سرفه بدون ترشح. علل این نوع سرفه التهاب مجاری تنفسی، سرماخوردگی ویروسی، آسم، آلرژی و رفلکس اسید معده است. 2. سرفه خلطدار. این نوع سرفه معمولا نشان دهنده عفونت های تنفسی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، برونشیت، نمونیا یا زاتوریه است. و اما در روش خانگی برای سرفه: چای آنتی باکتریال شماره 10 یا همان دمنوش‌هایی که خودتان در خانه با استفاده از زیره، زعفران یا آویشن می توانید بسازید. شماره 9 آب آناناس طبیعی. این ماده به علت دارا بودن آنزیم بروملین برای سرفه‌های خلطدار بسیار مؤثر است. شماره 8 آلوورا. عصاره آلوورا خواص ضد التهابی و آرام بخشی دارد. می توانید عصاره آلوورا را به مقداری عسل اضافه کنید و مصرف کنید. شماره 7 زینک. مکمل های زینک به کاهش مدت سرفه کمک می کنند. زینک در قارچ، اسفناج، بادام، نخود وجود دارد. شماره 6 برگ نعنا. برگ‌های تازه نعنا را بجوشانید و نوشیدنی معطر نعنا بسازید. شماره 5 سیره خام. یک تکه سیره خام را نصف کنید و به مدت 10 دقیقه بجوید. سیر حاوی آنتی اکسیدان است و اثر ضد التهابی قوی دارد. شماره 4 اکیناسه. اکیناسه در واقع یک گل هست که به صورت چای، کپسول یا روغن مورد استفاده قرار میگیره. شماره 3 بخار اوکالیپتوس. 2-3 قطره اوکالیپتوس در آب جوش بریزید و بخور بدید. این ترکیب خلط موجود در مجاری تنفسی را نرم میکنه و انسداد مجاری را برطرف میکنه. دوستان عزیزم، تا اینجای ویدیو اگر مطالب براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید تا به من برای تولید ویدیوهای بیشتر انرژی بدید. شماره 2 زنجبیل. این ماده خاصیت ضد التهابی داره و برای سرفه‌های خشک مؤثره و گرفتگی و اسپاسم مجاری هوایی رو برطرف میکنه. شماره 1 عسل. عسل دارای خواص ضد التهابی است. شما میتونید یک قاشق معمولی عسل را مستقیما بخورید یا آن را به آب ولرم همراه با چند قطره آب لیمو اضافه کنید. توجه کنید که عسل نباید به آب جوش اضافه شود. در چه مواردی برای درمان سرفه حتما باید به پزشک مراجعه کرد؟ سرفه همراه با خلط خونی، سرفه مزمن که بیش از 4 هفته ادامه داره، سرفه با درد شدید در قفسه سینه، سرفه با تغییر صدا که صداهایی مانند هات پوتیتو یا استرایدور
نشانی بیماری‌های خطرناک و انسداد راه هوایی هستند. در این موارد حتما باید ویزیت بشید تا با انجام آزمایشات و تصویر برداری به علت سرفه شما پی ببریم. خب عزیزان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. ممنونم که با لایک و کامنت های خودتون از من حمایت می کنید. شاد و سلامت باشید.